روسیه پهپادهای آمریکایی به کریمه حمله کردند مقامات روسیه میگویند پهپادهایی که از سوی نیروهای ارتش اوکراین علیه مسکو به کار گرفته میشوند ساخت آمریکا هستند مقامات روسیه روز جمعه در این باره اعلام کردند که پهپادهایی که اوکراین برای حمله به کریمه و دیگر مناطق روسیه به کار گرفته است از سوی شرکت خدمات مهندسی آمریکایی اسپکتری ورکس ساخته شده است مقامات روسیه پس از حمله به پل کریمه اجزای الکترونیکی هواپیماهای بدون سرنشین به کار رفته از سوی اوکراین برای حمله به تأسیسات زیرساختی روسیه به ویژه در مناطق سواستوپل کریمه کورسک بلوگرود و ورونژ را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. در بررسی های صورت گرفته از سوی مقامات روسیه مشخص شد که تجهیزات این پهبادها توسط شرکت آمریکایی اسپکتری ورکس ساخته شده است تنظیمات و آزمایش اولیه این پهپادها در فرودگاه اسکاتس دیل در ایالت آریزونا انجام شده است سایر اقدامات مربوط به این پهپادها از جمله منتاج نهایی و آزمایش های پروازی نیز در خاک لهستان انجام شد مقامات روسی این موضوع را گواه روشنی برای دخالت مستقیم ایالات متحده و لهستان در جنگ اوکراین قلمداد کنند. حملات روسیه به نیروگاه ها دومین شهر بزرگ اوکراین در خاموشی فرو رفت پس از آنکه روز جمعه روسیه چندین نیروگاه برق اوکراین را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داد خارکیف دومین شهر بزرگ این کشور برای ساعتها در خاموشی فرو رفت و مقام های آن از آسیب وسیب به تاسیسات برق این شهر خبر دادند مقام های محلی در اوکراین میگویند دست کم نه نیروگاه برق طی هفتاد حمله موشکی و پهپادی که روز جمعه از سوی روسیه صورت گرفت هدف قرار گرفته و آسیب دیدند اگرچه در خارکیف حوالی بعد از ظهر برق حدود 55 درصد خانه ها وصل شد اما شهردار این شهر بزرگ گفته خسارات وارد شده به تاسیسات زیربنایی عمده و اساسی است آلکس سینگوباف از مقام های ارشد منطقه خارکیف گفته برق بین 55 تا 85 درصد ساکنان در ساعت پایانی روز جمعه وصل شده و احتمالا مابقی خانه ها هم تا نیمه شب جمعه وصل خواهد شد. با این حال شرکت متولی شبکه های انتقال برق در اوکراین گفته وسعت خسارات به حدی است که ممکن است زمان بیشتری برای ترمیم خطوط نیاز باشد این شرکت اعلام کرد سیستم برق اوکراین به علت حملات روز جمعه حدود نیمی از ظرفیت خود را از دست داده و به همین علت در حال حاضر اولویت برق رسانی به اماکنی چون بیمارستان ها شبکه های آبرسانی و فاضلا به شهری داده شده است یوری ساک وزیر دفاع اوکراین هم به بی بی سی گفته نیروهای اورژانس در حال فعالیت برای وصل مجدد برق هستند اما موقعیت بسیار دشوار است و با تکرار حملات روسیه امکان احیای شبکه های برق دشوارتر می شود در کیف پایتخت این حملات قطار زیرزمینی را از کار انداخت همچنین در سایر شهرها دست کم سه کشته و 13 مجروح گزارش شده است فرمانده ارتش اوکراین گفته آژیر خطر روز جمعه در سراسر اوکراین به صدا درآمد و سیستم های ضد هوایی توانستند 60 موشک از میان 76 موشک شلیک شده که اکثرا کروز بودند را رهگیری و منهدم کنند مقام ها در اوکراین میگویند بیشترین موشک روانه کیف شده بود اما سیستم های ضد موشکی توانستند 37 موشک از میان 40 موشک شلیک شده به سوی پایتخت را رهگیری و در هوا منهدم کنند این بزرگترین حمله موشکی به کیف از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین در 24 فوریه سال گذشته بوده است. اوکراین روسیه را به استفاده از سرمایه هوا به عنوان یک سلاح متهم می کند و میگوید در حالی که برودت هوا در اکثر مناطق اوکراین به زیر صفر رفته روسیه تأسیسات زیربنایی را هدف می گیرد. بزرگترین حمله نیروهای اوکراینی به منطقه تحت اشغال دونسک نیروهای اوکراینی بزرگترین حمله به منطقه دونسک را که تحت اشغال روسیه است آغاز کردند این خبر از سوی مقامات روس مستقر در منطقه اعلام شد آنها تاکید کردند که این بزرگترین و شدیدترین حمله نیروهای کیف به دونسک از سال 2014 میلادی است مدت 8 سال است که دونسک در تصرف جدایی طلبانه تحت حمایت روسیه است و یکی از چهار منطقه اوکراینی محسوب می‌شود که مسکو در ماه اکتبر برخلاف قوانین بین‌المللی الحاق آن را به روسیه اعلام کرد بنابر اعلام الکسی کالمزین شهردار منصوب شده از سوی مسکو این حمله از روز پنجشنبه آغاز شده و اکنون دونسک تحت شدیدترین حملات هوایی است او ادعا کرد که در جریان این حملات بسیاری از مناطق غیر نظامی از جمله ساختمانهای مسکونی تجاری و کلیساها آسیب دیدند. هنوز شمار دقیق تلفات این حملات مشخص نیست مقامات روسیه کشته شدن دست کم یک نفر را تایید کردند و گفته می که همزمان نیروهای روسیه نیز حملات جدیدی را علیه منطقه خرسون آغاز کردند نیروهای اوکراینی توانستند ماه گذشته کنترل شهر خرسون را به دست بگیرند و به این ترتیب به یکی از مهمترین پیشرفت‌های جنگی خود در حدود یک سال گذشته دست یابند مقامات اوکراینی شهر خرسون نیز میگویند که این منطقه طی 24 ساعت گذشته 86 بار با تانک و خمپاره و توپخانه و پهباد هدف حمله نیروهای روسیه قرار گرفته و دست کم دو کشته و سه زخمی بر جای گذاشته است کاخ سفید اوکراین حق حمله به کریمه را دارد دریک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا روز جمعه از حمله نیروهای اوکراینی به شبه جزیره کریمه حمایت کرد وی در سخنرانی گفت کیف این حق را دارد که به برنامه ریزی و انجام عملیات نظامی در شبه جزیره کریمه بپردازد چون آمریکا همچنان این جزیره را بخشی از خاک اوکراین میداند از سوی دیگر رسانه های محلی با امداد جمعه از آغاز دور جدید عملیات هوایی روسیه علیه اهداف و مکانهای استقرار تسلیحات ناتو در اوکراین خبر دادند بر اساس گزارش ها هواپیماهای راهبردی و ناوگان دریای سیاه روسیه حداقل 60 فروند موشک از محورش پجزیره جزیره کریمه به سمت مرکز و شرق اوکراین شلیک کردند رویترز نیز گزارش داد انفجارهای شدیدی خارکی و کیف را لرزانده و زیرساخت های انرژی در این مناطق هدف قرار داده شدند ممنون که تا پایان با ما همراه بودید. جهت آگاهی از مهمترین رویدادهای ایران و جهان، کانال ما رو در زیر همین ویدیو سابسکرایب و زنگوله اونو فعال کنید. وقتتون خوش و خدا نگهدار.